درود بر شما. سومین برنامه از سری برنامه برای یک زندگی معمولی رو تقدیم شما میکنیم. در دو برنامه گذشته توضیح دادیم که قصد ما در حزب سکولار دموکرات ایرانیان اینه که یه زندگی معمولی رو اونطوری که جوانان ایران خواستار اون هستن بررسی کنیم و بگیم که چرا زندگی در ایران کنونی یه زندگی غیر معمولی به شما میاد. در این برنامه به یکی از مهمترین زیانهای پیدایش یک حکومت ایدئولوژیک مذهبی میپردازیم و قصد داریم نشون بدیم که ایدئولوژی ها چطوری باعث بروز تبعیض در جامعه میشن. ازتون دعوت میکنم ویدیویی رو که بر اساس متن نوشته شده هموندمون آقای شمس‌الدین دارابی تهیه شده تماشا کنیم و سپس با هم به نشست هماندیشی هموندان حاضر در نشست آنلاینمون بریم. با هم ویدیو رو ببینیم. هفته پیش گفتیم که حکومت ایدئولوژیک چه مذهبی باشه چه غیر مذهبی یا حتی ضد مذهبی منشأ انواع تبعیضه و خب همه میدونیم که ایران یکی از کشورهاییه که تحت سلطه حکومت ایدئولوژیک قرار گرفته و ما که مردمشیم سال هاست که با تبعیض حاصل از اون دست و پنجه نرم میکنیم و میشه گفت که تجربه تلخ این تبعیض باعث شده که همیشه از تجربه شیرین یه زندگی معمولی محروم بمونیم و برای حقوق از دست رفتمون حسرت بخوریم. تبعیض که یه واژه عربیه به معنی بعضی رو از بعضی دیگر برتر دونستن استفاده میشه. توجه کنیم که این برتری قائل شدن یه پدیده انسانی اجتماعیه و به این مفهوم نیست که انسان‌های یه جامعه با هم تفاوت ندارن. خب معلومه که یه جامعه از افراد مختلف با رنگ‌ها، جنسیت‌ها، اقوام، باورها و توانایی‌های مختلف تشکیل شده و معلومه که همه با هم تفاوت دارن. اما وقتی که آدما به دلیل این تفاوت‌ها مورد تبعیض و تعصب و هر گونه رفتار ناعادلانه قرار بگیرن، اون وقت این بی‌عدالتی میتونه حتی سلامت جسم و روح اونها رو هم مورد آسیب قرار بده. روانشناسا میگن افرادی که مورد تبعیض قرار میگیرن حتی ممکنه از موقعیت‌هایی که انتظار دارن با اونها بدرفتاری بشه اجتناب میکنن و احتمالاً فرصت‌های تحصیلی و شغلی رو از دست میدن و سرخورده میشن و به دنبالش به آسیب‌های روحی و روانی شدیدی دچار میشن. بیایید با هم یه نگاهی به بعضی از این تبعیض‌هایی بندازیم که تقریباً هممون توی این چند سال تجربه کردیم. تبعیض دینی. اگه شما هم اعتقادی به اسلام ندارید و یا اگه مسلمون هستید و لزوماً معتقد به شیعه اثناعشری نیستید، حتماً بارها برای استخدام در ادارات دولتی یا احتمالاً دریافت مزایای شغلی و حتی دستمزد ماهانه متحمل تبعیض شدید. شاید هم احتمالاً مثل بعضی ها از ترس اینکه اخراج بشید یا مورد تبعیض شغلی قرار بگیرید وانمود کردید که مسلمون هستید و به شیعه اثناعشری هم خیلی علاقمندید. یا شاید هم اصلاً برای اینکه مورد تبعیض شغلی قرار نگیرید قید کار توی ادارات دولتی رو زدید و اصلاً دنبالش هم نیستید. خب در این صورت بیایید با هم رو راست باشیم. از اینکه اون همه توی مدرسه و دانشگاه درس خوندید و بازم هنوزم که هنوزه به خاطر بدحجابی یا عدم باور به شیعه اثناعشری از امنیت و احساس آرامش شغلی محروم شدید چند بار حسرت خوردید. اون به کنار. اگه خدا ناباور یا مسیحی یا بهایی هستید یا احتمالاً باور دیگه‌ای دارید، تا حالا چند بار از ترس اینکه مورد تبعیض قرار بگیرید یا حتی به جرم ارتداد کشته یا زندانی بشید مردید و زنده شدید؟ شک ندارم که تک تک شما تجربیات تلخی از این تبعیض دینی دارید. تبعیض جنسیتی. این یکی این بار طوفان عظیمی به راه انداخته و امیدوارم به زودی شاهد پیروزی زنانی باشیم که سالها با تجربه تلخ این نوع تبعیض دست و پنجه نرم کردن و حالا برای حق خواهی و اعتراض به این بی‌عدالتی به خیابون اومدن و با جرأت و قدرت مردها رو هم به خیابونا کشوندن. نیازی به توضیح نداره که تبعیض جنسیتی توی ایران شامل حجاب اجباری، حداقل سن ازدواج، حقوق و تکالیف زن در ازدواج، حق خروج زن از کشور، ارث و حق مالکیت، حضانت و سرپرستی فرزندان، اشتغال و حق کار زنان در دولت، حق داشتن تحصیلات عالیه، قتل‌های ناموسی و خیلی موارد دیگه میشه.
مواردی که مدت هاست از طرف فعالان و مدافعان حقوق زنان مورد انتقاد قرار میگیره و تا موقعی که سایه ایدئولوژی اسلامی روی قوانین کشورمون افتاده، این نوع تبعیض دامنگیر تمامی زنان کشورمون خواهد بود. غیر از تبعیض دینی و تبعیض جنسیتی، تبعیض ها و بی‌عدالتی های زیادی در زمین های اقتصادی، قومیتی، حقوق دگرباش ها، تبعیض علیه افراد معلول و خیلی موارد دیگر رو میشه نام برد که همگیشون طبیعت هولناک تبعیض های ناشی از مصادیق مورد نظر این حکومت رو به خوبی آشکار میکنه. به این جمله توجه کنید. تبعیض گذاری در میان انسان ها باید به وسیله شخص یا اشخاص معینی انجام شود که در نزدشان تبعیض از جمع دو پدیده حاصل می شود. یکی داشتن مجموعه ای از معیارهایی برای تبعیض گذاری و دیگری فراهم بودن قدرتی برای اعمال و تحمیل تبعیض. البته سردمداران حکومت اسلامی به این مجموعه ای از معیارها میگن مصادیق. مثلا یکی از این مصادیق وجوب مذهبی داشتن حجاب برای بانوانه. این مجموعه مصادیق یا ارزش‌ها و معیارها همون ایدئولوژی هستن. ایدئولوژی چه مذهبی، چه غیر مذهبی و چه ضد مذهبی در هر جامعه‌ای موتور اصلی ایجاد تبعیض و اعمال این تبعیض هم به وسیله صاحبان قدرت که معمولاً حکومت نام دارن صورت میگیره. حضرت عالی صحبت بکنید دقیقه وقت. من هم خواستم یک خطابه 50 دقیقه مثل جناب حسنی برم، اما یه نکته من اینجا بگم که جمع بشه. ببینید جناب حسنی، وقتی مصادیق رو ما برای مردم معلوم کردیم، مشخص شد، با کسی تعارف نداریم. نه بایدان بشته بشه، شک هم نکنیم. اصلا ما دیگه نمیگیم آنچنانی، اینچنانی که گفتیم، گفتیم این چهار مصداقه. حکومت‌های مجری و اعمال کننده ارزش‌ها و مصادیق ویژه همیشه جامعه رو به دو دسته خودی و ناخودی تقسیم می‌کنند و تبعیض می‌تونه متوجه جهات مختلف زندگی ناخودی‌ها بشه و اونا رو از بسیاری از حقوق و خواست‌ها و نیازهای خودشون محروم کنه. به این ترتیب با در نظر گرفتن همین چند نوع از تبعیض ناشی از یک حکومت مذهبی ایدئولوژیک، چطور میشه انتظار داشت که افراد جامعه زندگی خودشون رو سراسر غیر معمولی نبینن و علیه اون دست به اعتراض نزنن؟ معلومه که این تبعیض‌ها روزی از ایران ما رخت میبندن که دیگه اثری از یه حکومت ایدئولوژیک، چه از نوع مذهبیش و چه از نوع غیر مذهبیش، باقی نمونده باشه و تک تک ما از وجوب قوانین سکولار و دموکرات بهره‌مند شده باشیم. ما سکولار دموکرات ها از 2 سال قبل از پیش اومدن جنبش سبز فعالیت خودمون رو در مطبوعات شروع کرده بودیم و اولین بیانیه خودمون رو در جریان جنبش سبز منتشر کردیم. در اون اعلامیه نوشتیم که ما ایرانی بی تبعیض میخواییم و در اون به انواع تبعیض ناشی از تسلط اسلامیست ها بر کشورمون اشاره کردیم و چاره درد رو در استقرار حکومتی دونستیم که هم سکولار و هم دموکرات باشه. و حالا هم سرافرازیم که همه مخالفین حکومت اسلامی هم به همین نتیجه رسیدن. خب دوستان، ویدیو رو با هم دیدیم. بدون اتلاف وقت میریم به بخش هماندیشیمون و وقت رو میدیم به خانم سارا فرزان. بفرمایید، خواهش میکنم. بله، در خدمتون هستم. جامعه ایدئولوژیک اسلام زده ایران وقتی که وارد حوزه قدرت و سیاست و ثروت شد، به نوعی تولید خودی و ناخودی کرد، تولید غیریت کرد و جامعه را از همون ابتدا خط‌کشی کرد و مردم رو در فازهای مختلفی قرار داد که اونها طعم سخت تبعیض رو بچشن. از زنان گرفته که با حقوقی که براشون گذاشته شده در قسمت‌های مختلف این تبعیض رو احساس کردن. حالا حجاب نوع بارز اون هست، اما خب ما می‌بینیم در قسمت‌های مختلف شرع اسلام حقوق برای زنان تعریف میشه که به نوعی میتونه حقیقتاً تبعیضی بین اون ماهیت و ذات کرامت انسانی ایجاد بکنه.
تبعیض‌های مذهبی رو داریم که می‌بینیم بسیاری از اقلیت‌های مذهبی ما از شانس برخورداری بسیاری از موقعیت‌ها برخوردار نیستن. اینکه سنی‌ها نمیتونن وارد لایه‌های بالای قدرت بشن، اینکه بهائی‌ها نمیتونن جه دانشگاه بشن، مناصب دولتی داشته باشن، اینکه مسیحی‌ها و ارامنه در یک کلونی‌های خاصی در جامعه بی سر صدا و در سکوت زندگی می‌کنن. خب اینها همه چیزهایی هستش که مردم ما دارن اینها رو می‌بینن با چشمان خودشون. و باز همینطور به خاطر فساد و رانت اقتصادی موجود در جامعه ما یک جور طبقه بندی اقتصادی، طبقه بندی طبقاتی، یک جور اختلاف و تبعیض طبقاتی، نمیگیم تفاوت طبقاتی، نمیگیم اختلاف طبقاتی، بلکه دقیقاً یک تبعیض رو ما داریم میبینیم. به خاطر اینکه میبینیم که بسیاری از کسانی که نزدیک به لایه‌های قدرت هستن از دادن مالیات معاف میشن، از دادن از حقوق‌های نجومی برخوردار میشن، از داشتن چندین شغل در همزمان با هم و چندین حکم شغلی برخوردار هستن. اینه که مردم ما خیلی ذهنشون با این مفهوم آشناست، با این مفهوم زندگی کردن و خیلی خوب هست که اینجا به نوعی پرداخته بشه به بحث تفاوت و تبعیض. و مردم، من فکر میکنم مردم ایران انقدر هوشمند هستن و انقدر به بلوغ فکری رسیدن که میفهمن که منظور ما اینجا بحث تبعیض هست. تبعیض به معنای حذف شدن حق شما در شرایط مساوی در برابر یک فرد دیگه، حقوق انسانی، حقوقی که شامل برخورداری اون شامل همه انسان ها باید باشه. بنابراین بحث ما اینجا بحث تفاوت ها نیستش، بحث داشتن صلاحیت ها، شایستگی ها نیست که بگیم فردی داره و فردی نداره که از جایگاهی برخوردار باشه یا نه، بلکه بحث ما این هستش که در شرایط یکسان و مساوی افرادی هستن که از یک ویژگی های، از یک شرایط بهتری برخوردار هستن، از یک شرایط متفاوت تری نسبت به بقیه برخوردارن. شما امروز در شهر تهران وقتی که از جنوب تهران به سمت بالا میاین میتونید اقتصاد مردم رو خیابون به خیابون حدس بزنید، به خاطر اینکه شما از میدان راهن به بالا همینجوری خیابون به خیابون، محله به محله نشون میده که افراد دارای چه سطحی از اقتصاد هستن، اقتصاد در واقع اقتصاد. این سطح بندی کردن که شما با چشمتون هم میتونید این فاصله ها رو نگاه بکنید، وقتی میرید ریشه‌ش رو نگاه میکنید میبینید که به جایی میرسه که افراد از یک موقعیت هایی برخوردار میشن که در شرایط مساوی افراد دیگه نداشتن و تونستن از این موقعیت استفاده بکنن. و به ندرت، من خودم زمانی که ایران بودم به ندرت میدیدم افرادی هستن که زحمت کشیدن و تونستن به یک موقعیت های خیلی خوب و بالایی برسن. سرنخ هر فردی که دارای یک زندگی خیلی متفاوتی با دیگران بود و میگرفتی، میدیدی در یک جایی از زندگی یک گرهی رو باید باز کنی و ببینی اون گره یا دری رو باز میکردی، میدیدی اونجا یه اتفاق خاصی براش افتادی که یه تبعیض خاصی براش قائل شدن و اون تونسته از اون استفاده کنه. دیگه بحث استخدام و نمیدونم حضور در جاهای در فعالیت‌های اجتماعی که خود دیگه از حرم الشمس من فکر میکنم همه این رو حس کردن و دیدن. حتی من مثالی رو میخوام بزنم از این که زمانی که افرادی بودن که براشون قانونی در آموزش پرورش اومده بود، لایحه‌ای بخشنامه اومده بود که اگر کسانی باشن که قرآن رو حفظ کرده باشن میتونن سر کلاس نیان و آخر سال امتحان بدن، یا فردی که قرآن رو حفظ میکرد میتونست لیسانس افتخاری بدن و یا بتونه فوق لیسانسش رو بگیره. خب ببینید اینا خورد کردن نخبه های جامعه است، انگیزه کردن افرادی هستش که دارن خودشون تلاش میکنن. وقتی میبینن که یک جامعه یک پوینت های اضافه ای رو به کسانی میده که لیاقت اون رو ندارن و از زندگی ناامید و سرخورده میشن، اینها موضوعی هستش که ما در این برنامه بهش پرداختیم و میخواییم بگیم یک زندگی نرمال، یک زندگی معمولی که درش پایه های اصلی دموکراسی محکم شده
همه شهروندان رو به یک چشم ببینه و برای همه حقوق یکسان و برابر قائله و همه در برابر قانون یکسان هستند. اینجاست که در این جامعه مردم حتی اگر یک طبقه متوسط در این جوامع رشد میکنه، رفاه عمومی رشد پیدا میکنه و مردم حتی اگر درآمد کمی داشته باشن، طعم یک زندگی معمولی رو میچشن. اونجا ما میتونیم نمونه های اینها، این نوع از جوامع رو در جوامع ببینیم که سالهاست در دموکراسی های مدرن و در حکومت هایی که دین از سیاست جدا هست دارن زندگی میکنن. سپاسگزارم. سپاسگزارم. و البته شاید جاش بود که در این ویدیویی که پخش شد یک بخشی هم اختصاص داده بشه به تبعیض اقتصادی، چرا که تبعیضی هستش که مردم کشور ما به شدت ازش رنج میبرن و اون چیزی نیست جز نابرابری طولانی مدت در رفاه اقتصادی بین افراد بر اساس جنسیتشون یا پیوندهای فامیلیشون به ویژه در ایران، یا همون مسئله دین که البته بهش اشاره شد. و خیلی ممنونم از شما خانم فرزان که به این موضوع اشاره کردید. و نفر بعد آقای حسین سایی، بفرمایید. خواهش میکنم. ممنون خانم ریاضان. از کنم خدمتون که در باب تبعیض ویدئویی که آماده شده بود خیلی گویا و کامل بود، ولی که من دوست دارم یه مطلبی اینجا روشن کنم از این جهت که یه بخشی از تبعیضهایی که تو جامعه ایران هست به واسطه مکانیزم ناکارآمد و عملکرد بد دولت و رژیم جمهوری اسلامی هستش و یه بخش دیگه از تبعیض‌ها رو خود مردم جامعه به هم دیگه روا می‌دارن، به نوعی که خب بعضن عمدتاً هم از نوع تبعیض‌های اقتصادی هست، بحث مدارس مختلف، امکاناتی که به واسطه اون تمکن مالی که اون دسته یا گروه از اون جامعه دارند شاملش میشن و ازش استفاده میکنن و افراد دیگه این امکان رو ندارن. و در صورتی که اگه یک حکومت منصف و سکولار دموکرات به گفته ما حاکم بود در ایران، اجازه این تبعیض‌ها رو نمیداد یا حداقل امکانات استاندارد و لازم رو برای تمام اخشار جامعه فراهم میکنم. من فکر میکنم جالب باشه که یکی دوتا موردی که اینجا من تو سوئد باش برخورد کردم رو بگم که چطور یک حکومت سکولار دموکرات حافظ منافع مردمشه و از تبعیض جلوگیری میکنه. اولین مورد برام خیلی جالبه، بحث آموزش هست. اینجا در تمام مناطق مدارس دولتی وجود داره و بچه ها میتونن از هر فاصله ای، حتی اگه در روستاهای کوچیک هم زندگی میکنن، با مثلا سرویس رایگان اگر در روستای خودشون جایی که زندگی میکنن مدارس در سطح مورد نیازشون وجود نداشته باشه، با سرویس رایگان تا مدرسه میرن و میان و درسشون میان. نکته جالبتر اینجا اینجوری جالبتر میشه که ارزم خدمتون اینجا یه تعداد زیادی مهاجر هست، بعضن پناهنده هستن، بعضن یه تعدادی از اینها حق شهروندی هنوز نگرفتن یا اقامتشون تایید نشده، بعضی حتی حکم اخراج گرفتن از داخل از کشور سوئد. اما دولت قانون طوری طراحی کرده که بچه ها از این قضیه آسیب نبینن. مدرسه موظف تمام بچه ها رو ثبت نام کنه و خدمات بده. حق نداره اگر یک بچه اقامت قانونی نداره به پلیس یا مراجع زیرصلاح گزارش بده که این شخص اقامت نداره که براش مشکل درست کنه. به این خاطر که تمام افراد با خیال راحت و طیب خاطر بچهشون رو بسپارن به مدرسه برای آموزش. یعنی چی؟ یعنی بچه ها درشون تبعیض وجود نداشته باشه، همه بچه ها از حق برابر آموزشی برخوردار بشن. فرقی نمی کنه این مهاجر ایرانیه یا افغانیه یا مثلا از یک کشور دیگه اومده. تو ایران هم باید این طور باشه. مورد دوم، بحث دسترسی به امکانات بهداشتی و بیمارستانی. باز تو این مورد هم همینطور رفتار شده اینجا توی سوئد.
یعنی شما مشکل حالا در رابطه با بحث‌های بهداشتی و بیمارستانی برای تمام افراد طراحی شده این قانون، یعنی شما بزرگسال هم که هستین اگر به مشکلی برخورد کردین، حتی اگر اقامت هم نداشته باشین، به رایگان شما مداوا میشین و بیمارستان حتی ازتون سوال میکنه که آیا میخواهید که ما این خدمات که به شما میدیم رو ثبت کنیم به نامتون، یا به هر دلیلی میخواین هویتتون نامشخص باشه. و اینو به خاطر این میگیرن که یک کسی به خاطر ترس از این که تحویل پلیس بشه یا تحویل اداره مهاجرت بشه، از این سلامتیش ازش سلب نشه، بتونه بره مراجعه کنه برای درمانی که لازم داره و بگیره این خدمات رو. این قانونیه که یک سیستم سکولار دموکرات طراحی میکنه و جلوی تبعیض رو میگیره. اینطور نیست که یکی بخواد به خاطر اقتصاد و معیشتش بره اعضای بدنش رو بفروشه. حداقل‌ها رو براشون فراهم میکنه توی کشورش. این حداقل‌ها رو حداقل باید در نظر گرفت توی قوانینی که داره جاری میشه توی مملکت. حالا بگذاریم از تمام اون رانت‌ها و اختلاس‌ها و خلاف‌هایی که انجام میشه به واسطه نزدیکی یا دوری نسبت به اون مرکز قدرت یا اون هسته فعالی که توی قدرت هستش توی سیستم ایران، ولی همین حداقل ها رو هم نمیتونن برای مردم فراهم کنن با این قوانین پوسیده‌ای که دارن. آدم دلش میسوزه، چرا باید این همه امکانات، این همه سرمایه هزینه بشه در یک راههایی و یک سیاستهایی که آخرش همه میدونیم که هیچه و جز فلاکت و به قهقرا رفتن مردم نداره. سرمایه گذاری توی بحث انرژی هسته‌ای و سایر سیاستاشون، یعنی دقیقا سیاستهای جمهوری اسلامی در هیچ سایت یا در هیچ جهتی قابل پشتیبانی نیست یا تایید نیست. در هر جهتی شما نگاه کنید این تبعیضا و این سیستمی که ایجاد کردن داره آسیب میزنه به جامعه ما. ممنونم، ببخشید من یکم احساساتی شدم. سپاسگزارم. ما هممون در این مورد احساساتی میشیم واقعا. خواستم بگم که باز یکی دیگه از مواردی که مرسی که شما اشاره کردید بهش، شاید باید اضافه میشد، موضوع تبعیض آموزش و پرورش بود که حداقل در ایران اون چیزی که بیش از همه در سیستم آموزش پرورش باعث میشه که کودکان و نوجوانان نگرش منفی نسبت به مدرسه پیدا بکنن، اولیش جهتگیری جنسیه و دومیش همونطور که شما گفتید زادگاه هستش. و متاسفانه این وجود داره که باز میشه این رو هم اضافه کرد، البته از لحاظ جهتگیری جنسی اضافه کرد به همون تبعیض جنسیتی. اما نفر بعد آقای دارابی، بفرمایید، خواهش میکنم. مرسی از شما. خدمتتون عرض شود، من اگه اجازه بدین یه تجربه شخصی خودم و با توجه به اینکه در ویدیویی که پخش شد به قشر معلولین اشاره شدش و من هم جزء این خانواده و این گروه هستم و در سازمان بهزیستی که متولی امور معلولین هست کار کردم و این تبعیض‌ها رو دیدم، اینو خواستم عرض بکنم، تجربه خودم. تبعیض وقتی که ما برنامه ما در رابطه با یک زندگی معمولی هستش، وقتی که تبعیض وارد این زندگی معمولی میشه از حالت معمولی خارج میشه و غیر معمولی میشه. مثال، من وقتی سر کار بودم شرایط برابری برای من ایجاد نمیشد. من با توجه به وضعیت جسمی مثلا باید دو طبقه سه طبقه رو با مشقت زیاد با از پله ها بالا میرفتم، چند بار مثلا افتادم، مجروح شدم، حتی به ادارم اطلاع دادم، میگه شما میتونی جای دیگه بری سر کار، اینجا دیگه نمیگه من باید این مبانی رو بردارم و نگاه اون حکومت اون سیستم رو دارم عرض میکنم. یا برای انجام کار شخصی یک سیستم بهداشتی مناسب وجود نداشت، باید پاس شخصی میگرفتم، پاس ساعتی میگرفتم، میرفتم خونه، باز دوباره برمیگشتم. یعنی حکومت یا سیستم
شرایط برابر رو برای همه ایجاد نمیکنه. وقتی که شرایط برابر ایجاد نشه، من به عنوان یک عضو در اون سیستم از نظر روحی، از نظر جسمی، از همه نظر آسیب میبینم. و اینو حالا بخوایم اگه تعمیم بدیم به کل جامعه، برای جامعه هم همینطوره. و برای افراد شرایط برابر ایجاد نشه، اونها هم همینطور آسیب میبینند و جامعه دچار افت میشه، جامعه آسیب میبینه. و امروز میبینیم که کشور ما با وجود این حکومت تبعیض‌گرا چه تاوانی رو داره میده و مردم نمیخوان دیگه این زندگی غیر معمول رو داشته باشن، میخوان برگردن به زندگی معمولی. و همینطور که دوستمون فرمودن، بهترین سیستم همون سیستم سکولار دموکرات هستش که شرایط برابر رو برای همه افراد جامعه فراهم میکنه تا این سیستم تبعیض‌گرا نباشه. و این هم ذکر کنم که البته در ویدیو هم قید شده که جنبش سکولارهای سبز بکنم در بیانیه‌ای که چندین سال قبل دادن، اونجا اعلام کردن که ما ایرانی بدون تبعیض می‌خواهیم. مرسی. سپاسگزارم. آقای سائی بفرمایید، خواهش می‌کنم. ممنون خانم قیاسم. من خواستم در ادامه صحبت دوستمون آقای دارابی که راجع به معلولین گفتن، هم تجربه که اینجا داره بهش عمل میشه و دولت هزینه میکنه بابت این قضیه که عدم تبعیض یا شرایط مساوی برای گروه معلولین باشه رو بگم. شما در کشور سوئد در تمامی ایستگاه‌های قطار وقتی وارد میشین، اولا زمین کاملا از موزاییک‌های خاصی استفاده میشه که نابینایان میخوان ایستگاه قطار رو پیدا کنن بتونن راهشون رو پیدا کنن. و دقیقا در جایی که در قطار وای میسته و درش قرار باز بشه، اونجا یه باز علامت مخصوص داره که باز اینا میتونن به راحتی بدونی که کسی کمکشون کنه سوار قطار بشن. در بر روی تمامی سیستم‌های اعلان نوشته‌های به خط بریل وجود داره که اینا میتونن بخونن و پیغام‌های صوتی که راجع به ساعت ورود و خروج قطار هاست رو بشنون. در اتوبوس ها تقریبا تمامی اتوبوس ها مجهز به سیستم رمپ هستن که اگر معلولی بخواد با ویلچر سوار اتوبوس بشه، راننده اتوبوس موظف با اولا امکاناتی که وجود داره تو اتوبوس ها ارتفاع اتوبوس رو کم میکنه، میاد رمپ رو برای اون معلول باز میکنه، کمک میکنه که معلول داخل اتوبوس بره و ایشون رو با کمربند ایمنی جاشو از نظر ایمنی امنیتش رو به قولی برقرار میکنه و میره به ادامه رانندگی و مسیرش میرسه. شما وقتی میخوای خونه رو تعمیر کنین، الان قانون جدیدی که با دولت سوئد گذاشته، شما موظف هستید تمام سیستم‌های بهداشتی داخل ساختمون رو طوری طراحی کنین که ویلچر امکان داخل شدن و چرخیدن و استفاده از فضاهای بهداشتی خونه رو داشته باشه. یعنی اینا هزینه هاست که اون قانونگذار می‌بینه برای رفع تبعیض. من سازنده، من صاحب خونه شاید یکم ناراحت بشم، من کسی معلولی تو خانواده‌ام نیست، او من این همه باید هزینه کنم مثلا حمومم بزرگتر درست کنم به خاطر چی؟ من اعتراض من حسینه. ولی که اونا با یک دید بزرگتر و بدون تبعیض نگاه میکنن، میگن فردا من خونه رو میفروشم به یه فرد دیگه، این فرد شاید معلول داشته باشه. قانونگذار باید اینجوری باز ببینه جامعه رو، برای همه شرایط رو در نظر بگیره. این خیلی مهمه. ممنونم. سپاسگزارم. و این احترام واقعا بسیار به نظر من ارزشمندی هست که قائل هست قانون برای معلولین. به هر حال نکته بسیار جالبی بود، سپاسگزارم از آقای دارابی که بهش اشاره کردن. اما نفر بعد آقای جمشید صلح‌جو بفهمید، خواهش میکنم. سپاس خانم قیاسم. من میخواستم به یه موضوع دیگه هم اشاره کنم. در مورد تبعیض که صحبت میکنیم، دو نوع تبعیض مشخص وجود داره، که یک تبعیض آشکاره، یک تبعیض نهانه یا تبعیض خاموش. من تبعیض آشکار رو اسمش رو میذارم تبعیض سیستماتیک، همونی که خب دوستان بهش اشاره کردن. یعنی این تبعیض در قانون نهادینه شده. مثلا بهائی‌ها حق ورود به دانشگاه ندارن،
قانون این تبعیض رو به صورت مشخص اعمال کرده که اینو تبعیض رو در واقع به نوعی میشه گفت راحت میشه از بین برد، که این زمانی که شما یک حکومت سکولار دموکرات داشته باشین، حکومت فعلی رو منحل کنین، خب این تبعیض‌های قانونی رو از بین میبرین، یعنی قانون دیگه جاش میذارین یا اصلا این قانون رو کلا لغو میکنین. در تمامی موارد تبعیض ایدئولوژیک، تبعیضی که تبعیض جنسیتی هست، مشکل یه جای دیگه خیلی پیش میاد، اونم این هستش که تبعیض‌های خاموش رو چطوری میشه از بین برد، که فکر میکنم معمولا یعنی دو تا مبدا مشخص داره. یکیش این هستش که خب در این 40 سالی که از عمر این حکومت گذشته یه تبعیض‌هایی به جا گذاشته که صرف از بین بردن قانون این تبعیض از بین نمیبره، مثل تبعیض اقتصادی. شما چقدر از مرکز دور میشین، به حاشیه، به مرزها میرین، خب مشخصه این تبعیض اقتصادی رو میبینید، در واقع یک نوع عقب افتادگی اسمش رو بذاریم در حاشیه ایران وجود داره، که شما نمیتونید با قانون از بین ببرین، یک سازوکار دیگه ای لازم داره. یکی دیگه اش هم تبعیض فرهنگی هست، اونم به همین صورت. به هر حال این 40 سال تبعیض گذاری یه مقداری هم در فرهنگ خب تأثیر داره، اینطوری نیست شد به محض اینکه این حکومت از بین بره در واقع همه چی گل و بلبل بشه. شما خیلی جاهای ایران هست یک تبعیض فرهنگی وجود داره نسبت به خیلی از اقلیت‌ها، حالا ممکنه ایدئولوژیک باشه، مشخصا اقلیت فرض کنید جنسیتی خیلی جاها هست که اینو با قانون نمیشه از بین برد، این یه سازگار دیگه ای داره. حالا یه سری از کشورها میان چیکار میکنن، میان موقعی که میبینن یه تبعیض وجود داره و صرفا با قانون از بین نرفته، تبعیض مثبت میذارن، یعنی به خاطر اینکه این روند رو تسریع بدن در از بین بردن این تبعیض، میان یک تبعیض مثبت قائل میشن. فرض کنین مثلا در مورد حضور خانه ها در مشاغل، ممکنه دولت آینده، حکومت آینده تصمیم بگیره که برای جبران این تبعیض 40 ساله فرض کنین استخدام خانم ها رو، هرچند که در قانون برابر هست، منتها برای زمان مشخصی پس کنیم 5 ساله اولویت بده که بشه جامعه رو زودتر به حالت نرمال برگردونه. یا برنامه های حمایتی دیگه، مخصوصا اینکه ممکنه این سرتاسری نباشه، یعنی از در یک مناطق مشخصی حکومت از یک برنامه مشخصی حمایت کنه که بشه این تبعیض رو از بین ببره. و دوم اینکه خب جامعه مدنی هم خیلی تاثیر داره، یعنی شما علارغم این که در قانون همه از حقوق برابر برخوردار باشن، هیچ تبعیض سیستماتیکی وجود نداشته باشه، خیلی اهمیت داره که یک جامعه مدنی فعال در واقع این تبعیض‌های خاموش رو پیدا کنه و روش کار کنه، چون شما همونطور که گفتم نمیتونید صرفا با عوض کردن قانونی از بین ببرید. ممنون، من به نظر میاد. سپاسگزارم. آقای دکتر نوری علا، شما خیلی ساکت هستید. من داشتم در واقع به گذشته های زندگی خودم فکر میکردم. من یادمه که دبستان که میرفتم، ناظم مدرسه ما یه قصاب عجیبی بود، یه توی حوض ترکه های چیز میذاشت، درخت آلبالو میگفتن خیلی محکمه، و دست ها رو اینطوری میگرفتن میکوبید رو دستا، و این در این حال دوست پدر منم بودش، گاهی هم میامد خونه ما مثلا میشستم و پدرم رو صحبت میکردم. من یادمه که یه دفعه مثلا ما تو سر کلاس شروع کرده بودیم، این آمد تو و ترکم دستش بود و گفتش دستاتون اینطوری بگیرین بزنم، میزد همینطور، واقعا دردناک میزد. به من که رسید رد شد، رفت به بغل دستی من زد و من آنچنان برآشفته شدم، گریم گرفته بود و فریاد می‌زدم که آه چرا منو نمیزنی؟ یعنی حتما تبعیض به معنی این نیستش که آدم یه چیز بهتری رو طلب بکنه، بلکه ممکنه که خواستار یه چیزی باشه که بتونه همرنگ جماعت باشه. این یکی مسئله بود. مسئله دیگه هم این بود که چند وقت پیش داشتم یک گزارش بیولوژیک رو میخوندم و این حرفا، دیدم اون تو نوشته که اصلا چی میگن، اعتراض به تبعیض در ژن آدمه، در ژن اصلا زندگی هستش.
بعد نمونه های متعددی رو آورده بود، مثلا توی قفس میمون ها می آمدن، مثلا 5 تا میمون توی قفس بودن، می آمدن به 2 تا از این میمون ها عرض کنم که موز می دادن، اون میمون های دیگه قفس رو می زشتن رو سرشون که چرا به اون 2 تا دادی به ما ندادی. یعنی این احساس حق، احساس عدالت، همه این حرفا یه مبناهای ژنتیک هم در وجود آدمیزاد داره. در مورد سگ‌ها هم آزمایش کردن، دیدن اونها هم همینطور اعتراض میکنن اگر نسبت بهشون اجحاف بشه یا تبعیضی صورت بگیره. بنابراین من فکر میکنم اساساً اگر که یه مدرجی داشته باشیم که یک سوش زندگی معمولی باشه، یک سوش زندگی غیر معمولی، این میزان تبعیض در هر جامعه ای هست که نشون میده که اون جامعه در کجای این مدرج قرار داره. به هر حال هیچ جامعه انسانی هنوز به وجود نیامده که به کل تبعیض درش رخت ببنده و بره، ولی معنای پیشرفت، معنای توسعه، معنای شکوفایی فرهنگی یک جامعه به نظر من بسته به اینه که چگونه این جامعه تونسته بیشترین تسلط رو بر تبعیض داشته باشه و جلوی تبعیض رو بگیره. و از این دید که نگاه میکنیم میبینیم که جامعه ما در این 40 ساله، چون ببینید مثلا وقتی انقلاب مشروطه شد، خب این انقلاب مشروطه در واقع میخواست که عدالتی رو در بین مردم برقرار کنه، عدالت خانه مردم میخواست، یکی از خواسته های عمده بود. ولی خب این سالها طول کشید تا مثلا اینکه نمیدونم 40 سال بعد از انقلاب مشروطه مسئله دادن حق رأی به زنان مطرح بشه تو جامعه ما. ولی ما میدیدیم که همینطور داره جامعه به طرف رفع تبعیض حرکت میکنه، بدون اینکه موفق شده باشه که بسیاری از تبعیض‌ها رو رفع بکنه. حالون که حکومت اسلامی از روزی که مسلط بر ایران شده مرتب این قضیه رو 2 مرتبه برمیگردونه به یک جامعه سراپا تبعیض، به طوری که دیگه من نمیدونم که در چه موردی هستش که میشه گفتش که در جامعه اسلامی تبعیض روا نمیشه. شاید یک مدل بزرگی از یک جامعه پر از تبعیض باشه. مثلا شما نگاه بکنید که میگن که به هر حال ما داریم راجع به ایدئولوژی صحبت میکنیم دیگه، جامعه ایدئولوژیک جامعه غیر عادیه. ولی خب مثلا شما نگاه بکنید که کوبا رو بگیریم یا نه شوروی سابق رو بگیریم، میزان تبعیضی که در اون جامعه ها بود اصلا قابل مقایسه با تبعیضی که در ایران روا داشته میشه نیست. من فکر میکنم که در واقع اون موتور اصلی اعتراضی که در جامعه ما هر چند وقت یک مرتبه شعله ور میشه مسئله تبعیضه. هر چقدر که ما میریم جلو میبینیم که به تبعیضهای جدیدی داره اعتراض میشه که در گذشته هم وجود داشته ولی به صورت علنی مطرح نمیشده. مثلا تو جنبش سبز بحث این بودش که چرا رأی ما رو خوردی، رأی من کو. اما این دفعه صحبت سر اینه که من چرا باید روسری سرم بکنم، چرا باید مثلا. یعنی روز به روز ما میبینیم که بیشتر این لول اعتراض نسبت به عرض کنم که تبعیض در جامعه ما بیشتر اهمیت پیدا میکنه. سپاسگزارم. آقای محمد مکرمی بفرمایید، خواهش میکنم. ممنونم خانم ویسمند. من الان داشتم صحبتهای جناب دکتر نوریالا گوش میدادم، یه مسئله این رو بهتر متوجه شدم و میخواستم در ادامه صحبتهای دوستانم که خانم فرزان فهم کنم فرمودن که جامعه اسلام زده، من فکر میکنم که خب مشخص خیلی از تبعیضهایی که توی جامعه ما هست اینا ریشه تاریخی داره و بسیار قسمت بسیار زیادش فرهنگیه و
و از خود جامعه و اجتماع میاد که نتیجهش من فکر میکنم همون قضیه اسلام زدگی جامعه ما هست که از گذشته‌های خیلی دور تا الان این قضیه وجود داشته. و بعد از سال 57 این قضیه اسلام زدگی یک حالت حکومتی و سیاسی هم پیدا کرده، یعنی اون تبعیضی که از لحاظ مذهبی بین مردم رایج شده بود و ترویج پیدا کرده بود و مردم این رو یاد گرفته بودن و توی زندگیشون پیاده می کردن، از طرف حکومت هم حمایت شد. یعنی یک خاصیت اصلا حکومت‌های ایدئولوژیک و فاشیستی همینه دیگه، تبعیض دیگه. یعنی حکومت‌های فاشیستی دقیقا همین کار میکنن. بالاخره اگه توجه بکنید آلمان نازی هم، نازی ها در مورد مثلا سالمندا، در مورد اقلیت‌های یهودی این حرکت‌ها رو انجام میدادن، خیلی واضح تبعیض رو پیاده میکردن. و حکومت اسلامی هم که توی ایران برقرار شد همون تبعیض مذهبی که از طرف مذهب توی مردم رواج پیدا کرده بود رو بهش شکل قانونی داد، و به خصوص شکل اون تبعیض جنسیتی رو اگه توجه بکنید قوی تر کرد. و همونطور که جناب دکتر فرمودن، اون همه تلاشی که در طی سالیان سال انجام شده بود تا مردم فرهنگ سازی بشن که این تبعیض رو از بین خودشون بردارن، باز به شکل حکومتی بهش این اعتبار داده شد که از طرف حکومت هم داره حمایت میشه، و مردم دوباره یک فلشبکی کردن به همون گذشته‌ای که وجود داشت. و به نظر من واقعا از یک حکومت ایدئولوژیک اون هم مذهبی اصلا نمیشه انتظار داشت که تبعیض رو نهادینه نکنه و قانونی نکنه، و ازش انتظار داشت که تبعیض رو بذاره کنار و بهش اهمیت بده. مطمئنا این اصلا خاصیتشه، یعنی چیزی نمیشه از خاصیت این حکومت رو ازش گرفت، ماهیتش رو از بین برد. به هر صورت غیر از فقط تنها کاریش که میشه کرد اینه که این حکومت رو از بین برد، یعنی کامل ماهیتش از بین برد و یک حکومتی با ماهیت جدید و غیر مذهبی و کاملا دموکراتیک پیاده کرد در همچین جامعه‌ای که این کار فرهنگی رو شروع بکنه و به صورت وضع قوانین در ابتدا در ادامه باعث بشه که این فرهنگ سازی توی مردم انجام بشه تا در طولانی مدت این معضل اجتماعی، به نظر من این هم یک معضل اجتماعی هست دیگه، مثل اعتیاد تبعیض هم یک معضل اجتماعیه و باید در ابتدا از طرف حکومت پشتیبانی بشه رفع این تبعیض تا بعدن مردم هم در ادامه این رو یاد بگیرن. همینطور که توی جوامع متمدن و پیشرفته دنیا داریم میبینیم که یاد گرفتن مردم، آموزش دیدن و در ادامه این رو دارن توی جامعهشون پیاده میکنن. ممنونم.